Sacha Trabal. افزایش محدودیت ها برای مقابله با کرونا در چند کشور اروپایی، مردم در 6 شهر ایتالیا علیه مقررات تازه به خیابان ها آمدند. ثبت بی سابقه 346 جان باخته بر اثر کرونا در یک شبانه روز در ایران. وزارت بهداشت میگوید کمتر از 60% مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند. حمله به مرکز نیروهای پلیس در ولایت خست افغانستان، دست کم 5 نظامی کشته و 34 نفر زخمی شدند. و مد در گذر زمان در جشن 150 سالگی موزه متروپولیتن نیویورک. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. تحقیقات دانشگاه امپیریال کالج لندن نشان میدهد احتمال ابتلای دوباره و چند باره به ویروس کرونا وجود دارد. بر اساس این تحقیقات که روی 350,000 نفر انجام شده، میزان پادتن تولید شده در بدن بیماران مبتلا به کرونا در مدت کوتاهی بعد از بهبود افت می‌کند. نتایج این تحقیق در حالی منتشر می‌شود که اروپا بار دیگر به یکی از مراکز شیوع کرونا در جهان تبدیل شده. سازمان بهداشت جهانی از دولت‌های اروپایی خواسته برای مقابله با موج جدید همگیری کووید 19 به سرعت اقدام کنند. همزمان محدودیت‌های جدید در کشورهای اروپایی بخشی از مردم را عصبانی کرده. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. اعتراض به محدودیت‌های ناشی از کرونا در چند شهر بزرگ ایتالیا. اعتراض‌هایی که اول مسالمت‌آمیز بود، اما دوشنبه شب به خشونت کشیده شد. دولت ایتالیا دستور داده که رستوران‌ها از ساعت 6 عصر تعطیل شوند و باشگاه‌ها، سینماها و سالن‌های تئاتر تا 1 ماه کار را متوقف کنند. تصمیم دولت هزاران ایتالیایی را ناراضی کرده. اما سازمان بهداشت جهانی میگوید این محدودیت‌ها هم برای شکست کرونا کافی نیست. بعضی وقتها در مقابله با ویروس کرونا یک سری تاکتیک‌ها جواب میده، اما در حال حاضر اروپا به شدت در خطره. بنابراین پیروزی در این کشمکش منوط به تشدید جدی اقدامات ماست. یافته‌های جدید نشان می‌دهد که تقریباً از هر 4 نفری که به کرونا مبتلا شده و بهبود پیدا کرده، بعد از 3 ماه 1 نفر مسئولیتش را در برابر این ویروس از دست می دهد. پژوهشگران دانشگاه امپریال کالج لندن می گویند علتش کاهش سریع میزان پادتن‌هایی است که بدن به طور طبیعی برای مقابله با ویروس کرونا تولید می کند. سرعت افت میزان پادتن‌ها در افراد بالای 75 سال بیشتر است. این تحقیق که به سفارش دولت بریتانیا انجام شده، فرضیه ایمنی گله‌ای در برابر ویروس کرونا را زیر سوال می‌برد. مشخص نیست این پدیده چقدر در شیوع مجدد ویروس کرونا در جهان مؤثر بوده. آن هم در کشورهایی که در کنترل شیوع ویروس موفق بودند. مثلا در نروژ، کشوری که کمترین میزان ابتلا در اروپا را داشت، اما حالا روز به روز به شمار بیماران کووید 19 در آن اضافه می شود. نخست وزیر نروژ اینجا از محدودیت های جدید این کشور برای مقابله با همه‌گیری ویروس می گوید. کووید 19 همزمان با تاریکی روزهای پاییزی بازگشته. در ماه اوت ما 300 مبتلا در هفته داشتیم. در سپتامبر 700 نفر در هفته و همین هفته پیش 900 نفر. از این به بعد تجمع بیشتر از 50 نفر ممنوع است. کارگرانی که از مراکز شیوع کرونا در اروپا به نروژ می آیند باید برای 10 روز قرنطینه شوند. یکی از این مراکز شیوع فرانسه است. رکورددار ابتلا در اروپا. بیمارستان‌های فرانسه دوشنبه بیش از 1300 بیمار پذیرفتند. بالاترین شمار روزانه بستری از ماه آوریل. همسایه فرانسه بلژیک هم شرایطی بحرانی را پشت سر می‌گذارد. اینجا لیژ بلژیک است. بخش درمان در این شهر آنقدر تحت فشار است که به پزشکان گفته شده که در صورت ابتلا به کووید 19 به کار ادامه دهند. اسپانیا هم با بیش از 1 میلیون مبتلای شناسایی شده شرایط اضطراری ملی اعلام و رفت و آمد شبانه را ممنوع کرده.
محدودیتی که جمهوری چک هم از روز چهارشنبه به مدت یک هفته اجرا خواهد کرد. نسبت شمار مبتلایان به کل جمعیت این کشور یکی از بالاترین ها در اروپا است. در بریتانیا شمار روزانه ابتلا به 21,000 نفر نزدیک شده و بیمارستان ها با افزایش مراجعه روبرو هستند. اما شمار بیماران بدحال هنوز به روزهای اوج همگیری در بهار امسال نرسیده. این اما نمیتواند دلیل آن شود که روایت های این چنینی جدی گرفته نشوند. فکر نمی کردم جون سالم به در ببرم. ترسیده بودم. اگه تنها بودم شاید حتی به آمبولانس هم نمیتونستم زنگ بزنم. اما شاید برای این مردم نگران و عصبانی در ایتالیا که حال و آیندهشان به یک ویروس گره خورده، درک این شرایط بسیار دشوار باشد. هنوز هیچ دولتی نتوانسته راه حل طلایی حفظ جان مردم و بازگشت همزمان و بی‌خطر به روزهای عادی را پیدا کند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. فرانچسکو بکیس، گزارشگر نشریه لفورمیکه، از روم به ما پیوسته، از روم ایتالیا. آقای بکیس، شرایط در روم چگونه است؟ مردم چطور کنار آمدن با این محدودیت‌های جدید و چرا این اعتراض‌ها رو شاهدش هستیم؟ بله، عصر شما بخیر. خب عملاً بهش نمیگن لاکداون یا قرنطینه به اون معنی، ولی در عمل چرا؟ برای اینکه از ساعت 6 بعد از ظهر تمام مغازه ها، فعالیت های تجاری، رستوران ها، بار ها همه تعطیل هستن. برای این کسی که از محل کارش، از دفترش خارج میشه، از اداره میره خونه، میره بیرون، شهرها مثل شهر ارواح میمونه، مثل شرایط ماه مارس و آوریل در بهار گذشته، خیلی شبیه اونه. اینها تدابیری است که دولت ایتالیا اتخاذ کرده برای اینکه تا حد اکثر توانش رو به کار برده که حتی الامکان از یک قرنطینه تمام و کمال خودداری کنه، پیشگیری کنه، برای اینکه مرگبار خواهد بود برای اقتصاد ایتالیا که همین حالا هم ضعیف شده. اما به هر حال مردم راضی نیستن، مردم خسته شدن و همین دلیل تظاهرات و ناآرامی‌هایی بوده که بعضا حتی خشونت‌آمیز بودن و شاهد بودیم در خیابون‌ها، در میدان‌ها، در سراسر کشور، و می‌بینیم که تنش بسیار بالاست و بسیاری از مغازه‌دارها، بسیاری از کسبه معتقد هستن که نمیتونن دیگه دوام بیارن، برای اینکه پولهای کمکی دولت احتمالاً اگر برسه خیلی دیر برسه. در بسیاری از کشورها مردم کم و بیش کمتر رعایت میکنن به نسبت قبل. آیا در ایتالیا هم شاهد همین مسئله هستیم؟ دیگه براشون مردم کمتر مهمه ظاهرن. تا حدی بله، چون برای اولین بار شاهد این هستیم که یک اقتصادی، شاهد این ریسک هستیم که یک اقتصاد چه بلایی سرش میاد بعد از این تعطیلی ها، بعد از این به اصطلاح لاکداون، چه بلایی سر خانواده ها میاد، سر اقتصاد خانواده میاد. و به همین دلیل مردم دارن فکر میکنن آیا واقعا به درد سرش میارزه، آیا این ارزشش رو داره، این تعطیلی ها، این قرنطینه ها. الان میبینیم که در شهرهای بزرگ ایتالیا، روم، میلان، تورین در شمال و حتی مثلا ناپل در جنوب، مردم بعضا با خشونت شورش کردند، با پلیس درگیر شدند. وضعیت خیلی بحرانی شده. الان دستگاه‌های امنیتی در آماده باش هستند برای اینکه دوباره وارد عمل بشن، برای اینکه این خطر هست که حتی تبهکاران سازمان یافته، سازمان‌های مافیایی بخوان که رخنه کنن به این داخل این تظاهرات و علیه دولت بخوان از این قضیه سوء استفاده کنن. ممنون از شما فرانچسکو بکیس، گزارشگر نشریه لفرمیکو از روم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفته در شبانه روز گذشته 346 بیمار مبتلا به کرونا در این کشور جانشون را از دست دادند. 27 استان از 31 استان ایران هم در وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند. در همین حال برگزاری یک جشن مذهبی در مشهد بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی انتقادهای زیادی برانگیخته. این مراسم در حالی برگزار شد که شیوع ویروس در مشهد به گفته مقام‌های محلی رو به افزایش است. ساعتی پیش از دکتر مازیار اشرفیان بنا، استاد دانشگاه بریستول در بریتانیا، پرسیدم چرا آمارها در ایران با این سرعت بالا می‌رود. عرض کنم خدمتتون، من فکر میکنم مشکل ناشی از یک مسئله و یا مشکل عمیق‌تر
دیگه است. ببینید، مشکلی مانند کرونا یا کووید 19 که الان نه فقط ایران، تمام دنیا باهاش درگیر هستن و همینجوری که گزارش قبلی شما به خوبی نشون میداد که چقدر کشورهای مختلف در نقاط مختلف دنیا دچار مشکل شدن، خب در ایران ما هم مشکلات زیادی ایجاد کرده. من فکر میکنم بررسی این که چرا این مشکل به وجود اومده نیاز به این داره که در سطوح مختلف این رو ببینیم. ببینید، در سطوح مختلف کشور، کشورها باید و این لازمه و شاید این اپیدمی یا پاندمی کووید 19 یه درس بزرگی بود برای تمام کشورها، برای کل جامعه بشری، که همه کشورها باید یک برنامه مدون علمی و کاملا مطابق با علم روز برای مقابله با چنین شرایطی داشته باشند. متاسفانه بسیاری از کشورهای دنیا این آمادگی رو نداشتن، حتی در جهان پیشرفته، چه برسه به کشورهای جهان سوم. ولی نکته مهمتر اینه که حالا فرض میکنیم در کشور ما، در ایران عزیز ما، چنین برنامه مدونی برای مقابله با یک بیماری به این شدت نبود، ولی وقتی همچین اپیدمی شروع شد و به پاندمی رسید و تمام کشور، تمام مردم سرزمین ما، ایران عزیز ما، در معرض خطر بودن، این وظیفه وزارت بهداشت، دولت و کل ارگان‌هایی بود که حالا به هر حال به نوعی در حکومت دخیل هستند. وزارت بهداشت برنامه مدونی رو میگه داره، اما مشکل از کجاست؟ این برنامه به درستی داره پیاده نمیشه، یا اینکه چون به نظر میرسه واقعا این برنامه درست پیاده نمیشه. حداقل تصاویری که از یک گردهمایی در مشهد به تازگی منتشر شده که نشون میده چند صد نفر دوره هم هستن در یک سالن، نشون میده که این پیاده سازی این اقدام درست انجام نمیشه. ببینید، داشتن یک برنامه مدون فقط داشتن یک برنامه روی کاغذ نیست. سیستم بهداشتی، وزارت بهداشت، اگر بخواد آماده بشه برای مقابله با یک اپیدمی فراگیر یا پاندمی، باید علاوه بر داشتن برنامه هزینه کنه برای تامین تخت‌های بیمارستانی، برای تربیت پرسنلی که لازم هستن برای مقابله با چنین شرایطی، و همچنین اینکه تمام تجهیزات مورد نیاز رو فراهم کنن. این متاسفانه حالا حتی اگر وزارت بهداشت اعلام کنه که ما برنامه داشتیم، این برنامه متاسفانه فقط ظاهراً روی صفحه کاغذ بوده. و نکته مهمتر و بسیار مهمتر، من فکر می‌کنم در ایران دخالت دادن مسائل سیاسی و مذهبی توسط کسانی بوده که اصلا نباید دخالت داده می‌شدن. دولت ما متاسفانه هر کی رئیس جمهور باشه، هر کی وزیر بهداشت باشه، نمیتونن به یک نظر مرجع تقلید در قم بگن نه، چون کلن سیستم به هم میریزه. دخالت مذهبیون، دخالت مسائل سیاسی در مبارزه با این بیماری، اینا همه دست به دست هم دادن و متاسفانه مشکل به جایی رسیده که الان واقعا نه وزارت بهداشت، نه دولت، نه کل حکومت هیچ کنترلی بر روند بیماری کووید 19 و کرونا در ایران ندارن. و این علت اصلیش، من فکر میکنم، ناشی از فقدان برنامه ریزی و نداشتن امکانات مالی برای مقابله با یه همچین بیماریه. ببینید، سال 1153 نخست وزیر وقت هویدا اعلام کرد که ما چیزی حدود 9 میلیارد دلار وام دادیم به کشورهای غربی. ایرانی که کشورهای غربی مثل فرانسه ازش وام میگرفتن، امروز به جایی رسیده که اگر ماسک نزنی یارانت رو قطع میکنن. یعنی مشکل مسائل مالی و فقدان برنامه های مدون و قابل اجرا، فکر میکنم مسئله بسیار مهمی بود. دکتر مازیار اشرفیان بناب بود. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سخت خبرهای مهم. در پی افزایش محدودیت‌های ناشی از کرونا در چند کشور اروپایی، معترضان در چند شهر ایتالیا علیه مقررات تازه به خیابان‌ها آمدند. وزارت بهداشت ایران از ثبت بی سابقه 346 جان باخته در شبانه روز گذشته خبر داد و می‌گوید کمتر از 60% مردم پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند. در ادامه این برنامه، فراز و فرودهای دنیای مد در نمایشگاه متروپولیتن نیویورک. جمهوری آذربایجان اعلام کرده که ارمنی‌ها با حمله موشکی به شهرستان برده در شمال این جمهوری آتش‌بس را شکستند. ارتش ارمنستان هم اتهام نقض آتش‌بس را علیه جمهوری آذربایجان مطرح کرده. آتش‌بس این بار با میانجیگری آمریکا میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعلام شده. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد فرهمند.
ارتش جمهوری آذربایجان شهر قبادلی را دیروز آزاد کرد. ارمنی ها نام این شهر را کاشونیک گذاشته بودند. با آزادسازی قبادلی، آذری ها پس از اینکه در کرانه شمالی رود ارس همه سرزمین های اشغال شده خود را پس گرفتند و به مرز ارمنستان رسیدند، به سمت شمال پیش می روند. در غرب قره‌باغ. به نظر می رسد راه برد آنها این است که به جای اینکه وارد قره‌باغ شوند، قره‌باغ را محاصره، ارتباطش را با ارمنستان قطع کنند. سپس سر میز مذاکره بروند. الهام علیف که پیشتر از آزادسازی کامل قره‌باغ حرف می زد، حالا به دریافت تعهد خروج نیروهای ارمنی از قره‌باغ راضی است. Bize deyilməlidir ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızdan çıxır. توان نظامی ارمنی ها کمتر از آذری هاست، اما شکست و عقب نشینی برایشان سنگین است. نخست وزیر ارمنستان گفته ارمنی ها برای گذشت حاضرند، نه برای شکست. اما در جنگ گذشت و شکست دو کلمه مترادفند. نخست وزیر ارمنستان از مردم خواسته به جبهه ها بپیوندند. پسرش هم به جنگ رفته و حالا همسرش آنا هاکوپیان سلاح به دست گرفته. خانم هاکوپیان که مدیر جمعیتی به نام زنان برای صلح است، همراه با گروهی 15 نفره از زنان عضو جمعیتش به آموزش نظامی رفته. مرتضی فرهمند، بی بی سی. چند خبر کوتاه. فرماندهی پلیس کابل گفته بعد از ظهر امروز یک خودرو در حوزه دهم شهر کابل به وسیله بمبی که با آهنربا به آن متصل شده بود منفجر شد. در این رویداد دست کم 4 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند و همگی غیر نظامی بودند. هنوز مشخص نیست هدف این حمله چه کسی بوده و مسئولیت آن را هم کسی به عهده نگرفته. دیروز هم در حمله مشابهی در این شهر دست کم 3 غیر نظامی زخمی شدند. انفجار بمب در یک مدرسه مذهبی در پیشاور در شمال پاکستان دست کم 7 کشته و 50 زخمی به جا گذاشته. گفته شده افرادی که در این حمله کشته شدند بین 20 تا 30 سال سن داشتند. هیچ گروهی مسئولیت حمله را نپذیرفته. شهر پیشاور نزدیک مرز افغانستان است و پس از شورش طالبان پاکستان در سالهای اخیر شدیدترین خشونت‌ها را تجربه کرده. سازمان ملل هشدار داده که 100,000 کودک یمنی به علت سوء تغذیه با خطر مرگ روبرو هستند. این سازمان هشدار داده میزان سوء تغذیه در میان کودکان زیر 5 سال در جنوب یمن به بیشترین حد رسیده. لیز گراند، هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در یمن، هشدار داده اگر جنگ همین حالا تمام نشود، خطر از بین رفتن یک نسل کامل از کودکان یمنی وجود دارد. یک سال از حمله مرگبار در مسجدی در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار می‌گذرد. در این حمله 64 نفر از روستای کوچک جودره کشته شدند. غم و اندوه این رویداد تاثیر زیادی بر روستا گذاشته و رفتار اجتماعی اهالی اون رو تغییر داده. علی حسینی در یک سالگی این رویداد به آنجا رفته، درست زمانی که پس از مدت‌ها یک مراسم عروسی برگزار می‌شد. مراسم عروسی انارگل و برادرش، نه سازی و نه سرودی، جای پای غم در خوشی جودره. اهالی این روستای کوچک هسکمینه غم کلانشان یک ساله شد. یک سال پیش فردی انتحاری مسجد روستا را تپه از خاک و چوب و جنازه ساخت. 64 نفر را کشت و 35 نفر را زخمی کرد. شماری یتیم شدند و 35 زن هم بیوه. امروز هم مراسم عروسی یکی از آن بیوه هاست، با برادر شوهر کشته شدهش، با انارگل. انارگل دو برادرش را در آن انفجار از دست داد. پیش که بود بسیار یک خوب ساز باشه، امی کدام ساز و دیگه چیز آوردیم، علی نیست، علی کلگی خفگان است، هیچ خوشحالی احساس نداریم ما. نه از ما که از ما بیادر که زنده باشه، امروز روسیه می بود، خالی از ما روسی شده، هیچ خوش نیستیم به یک روز.
دیر بسیار جگرخون است. مسجد روستا هنوز ساخته نشده. یکی از چندین وعده محمد اشرف غنی رئیس جمهوری. پس از آن حمله، آقای غنی به حسکمینه آمد و به مردم داغ دیده جودره وعده های زیادی داد. با گذشت یک سال، اهالی روستا ناامید از عملی شدن وعده های رئیس جمهوری دو بار به کابل رفتند. هیچ بار نتوانستند او را ببینند. اشرف غنی به ما 5 وعده داده بود. یکی این که برایتان مکتب می سازم، دوم کلینیک درست می کنم، سوم سرک، چهارم توزیع زمین برای خانواده شهدا و پنجم مسجد می سازم. فقط مسجد ساخته شده. آن همکارش به کندی پیش می رود. حمله در جودره که تاکنون هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته، رفتار اجتماعی روستا را تغییر داده. مرگ همزمان دروازه خانه بسیاری را دقلباب کرده بود و درد مشترکی مهمان خانه ها شد. می گویند حتی بندار و پاتوق جوان ها کمتر شده و نشستن های در خلوتشان بیشتر. داستان قریه جودره در منطقه حسکمینه به نحوی بیانگر داستان جنگ افغانستان است. از تمام افغانستان بیشتر خانواده ها زخم جنگ را چشیدند. 10 نفر از اهالی این خانه جان خود را از دست دادند، 2 نفر از اهالی این خانه کشته شدند و 3 نفر هم از اهالی او خانه. مثل تمام افغانستان، از شمال گرفته تا جنوب، از غرب گرفته تا شرق، گریبانگیر جنگی که هنوز بر او پایان دیده نمیشه. این هم قبرستان یک روزه، در یک روز ساخته شد و در همان روز پر شد از جنازه ها. در یک سال گذشته در روزهای جمعه اندوه این قبرستان تازه بوده. تورپیکی بیشتر روزها به اینجا می آید، کنار قبر شوهرش سیدان. می گوید پس از آن حمله جودره در بدر شد. آب خوشی از گلویمان پایین نرفت. یک سال گذشت ولی بسیار ما را بی‌قرار ساخت. امروز هم جمعه است و اینجا آمدیم. نمی توانیم فراموش کنیم. شوهرم سالم از خانه بیرون رفت و کشته شد. به گفته تورپیکی در این روستا خوشحالی نیست. همه غمگین هستند. مثل خود افغانستان که روزهای اندوهش زیاد است. علی حسینی، BBC، حسکمینه، ننگرهار. چند خبر کوتاه. ایران دستگاه جدید تحقیق و توسعه انرژی هسته‌ای‌اش را به زیر زمین منتقل می‌کند. کاظم غریب‌آبادی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته این تصمیم تهران به اطلاع آژانس رسیده. آقای غریب‌آبادی گفته دلیل این اقدام برنامه‌های به گفته او دشمنان برای خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران است. مدتی پیش در کارخانه مونتاژ ماشین‌های غنی‌سازی ایران در نطنز انفجاری رخ داد که دولت ایران گفت خرابکاری بوده. ایمی کونی بارت به عنوان قاضی جدید دیوان عالی آمریکا دیشب در کاخ سفید سوگند خورد. خانم بارت سومین قاضی است که دونالد ترامپ در عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکا منصوب کرده. این در حالی است که حزب دموکرات مخالف معرفی قاضی جدید در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بود و می‌خواست جانشین روت بیدر گینزبرگ، قاضی پیشین دیوان عالی که ماه قبل درگذشت، به وسیله پیروز انتخابات منصوب شود. با توافق امارات متحده عربی و اسرائیل، امارات از این پس از خط لوله نفتی که ایران و اسرائیل مشترکاً ساخته بودند برای صادرات نفت استفاده می‌کند. این خط لوله شمال دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل می‌کند و حدود 50 سال پیش برای صدور نفت ایران به اروپا از طریق اسرائیل ساخته شده بود. با استفاده از این لوله، نفت امارات برای رسیدن به اروپا نیازی به عبور از کانال سوئز نخواهد داشت. ایران میگوید سهمش از این لوله بعد از انقلاب و قطع روابط با اسرائیل توسط این کشور ضبط شده. اسرائیل و امارات اخیراً روابط کامل سیاسی برقرار کردند.
60,000 نفر در جنوب شهر لس آنجلس در آمریکا به دلیل آتش سوزی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. همچنین دو آتش نشان در حومه جنوبی این شهر دچار سوختگی شدید شدند. هواشناسان میگویند به علت هوای خشک و باد شدید آتش به سرعت پخش می شود. آتش سوزی دیگری هم چند کیلومتر شمال این منطقه شروع شده. برق این منطقه برای پیشگیری از آتش سوزی های بیشتر دو روز است که قطع است. موزه متروپولیتن نیویورک سالگرد 150 سالگی تأسیسش را جشن می‌گیره. بخشی از این بزرگداشت برگزاری نمایشگاهی است که نشان می‌دهد ذات مد چطور تغییر کرده. این نمایشگاه به بررسی این ایده می‌پردازه که مد در گذر زمان در عین تغییر و تحول مدام به الگوها و نقش‌های قدیمی خودش دوباره برمی‌گرده. گزارش ببینیم از تیم آلمن. در دنیای مد همه چیز جدید است و با این حال مثل قبل. به این لباس ها نگاه کنید، بعضی از آنها 100 سال قدمت دارند، برخی جدید ترند. این پاندول عظیم نماد گذر زمان و تحول هنر طراحی است. به جای اینکه یک نمایشگاه از شاهکارها را بندازیم، می‌خواستیم یک شوی باشه درباره تفکر درباره زودگذر بودن و هنر مد. چه چیزی میتونه از این لباس شیکتر باشه؟ با مروارید روی یقه و آستین، با دامن چیندار، هنرمندانه طراحی شده و قیمتش فقط 3.76 پنسه. مد همیشه تجارتی مهم و پولساز بوده و هست و دهه ها زنان و مردان را شیفته خودش کرده. اینجا تقریبا تمام لباس ها مشکی هستند برای بهتر دیده شدن قالبشان و کار طراحان معروف و نه خیلی معروفند. بخش از نمایشگاه مربوط به طراحان پرآوازه مثل گیلیانو و ایسی میاکه است، اما بخشی هم طراحی هایی هستند که از تاریخ مد محو شدند چون خیلی معروف نبودن و نتونستن کارشون رو ادامه بدن. به چنین نمایشگاهی اگر آنا وینتور را دعوت نکنید چه کسی را دعوت کنید؟ سردبیر مجله مد ووگ. این نمایشگاه تا اوایل سال جدید میلادی ادامه دارد. برای نمایش لباس‌های چشمگیر، غیر معمول و جاویدان. تیم اولمن، BBC نیوز. خیلی از ما شاید فکر کنیم که چیزهای قدیمی همیشه بهترن، ولی ظاهراً این یک مسئله یه که روانشناسا ثابت کردن که یک تصور غلط هست و همه ما در هر دوره‌ای فکر می‌کردن قبلیاشون روزاشون بهتر بوده و زندگیشون بهتر بوده. ممنون که همراه ما بودید در این بخش خبری. تا دقایق دیگه با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.